با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 28 از ماه اکتبر، روزهای جمعه، مدت یک ساعت خدمت شما هستم. عرض کنم که اون چه مهم بوده است امروز در اخبار، اون که تعداد بیشتری از ایمیل های خانم کلینتون کشف شده و FBI اعلام کرده است که پرونده رو داره باز میکند، رسیدگی بکند، ببیند جرمی واقع شده است یا نه. قبلا FBI، رئیس FBI که بسیار مرد بزرگی است و بسیار مرد در واقع تحصیل کرده است، آمد و گفت شلختگی کرده خانم کلینتون، قصد مجرمانه نبوده، اور کریمینال اینتنت به قول خودشان نبوده، بنابراین ما علیه ایشان اقدام قضایی نکردیم و پرونده‌ای نگشودیم. حالا تعدادی کشف شده، اما به نظر می‌رسد که این تحقیق بایستی بعد از انتخابات، چون در این 11 روز یه فرصتی برای باز کردن پرونده و تحقیق از خانم کلینتون این حرفا نیست، بنابراین ممکن است خانم کلینتون در کاخ سفید باشد که معلوم بشود کار جنایی صورت گرفته است یا نه. خب اجازه بدید که چون وقت ما کم است، امروز دنباله قصیده مهم ایوان مدائن رو برای شما میخوانم و تعبیر میکنیم، معانی مشکل رو تفسیر میکنیم خدمتتون. و پیش از اون یک داستان بسیار زیبا و شوخ و شنگ از پیرمردی که زن جوان گرفته بود، از گلستان شیخ اجل سعدی برای شما میخوانم. حکایت این حکایت بسیاری از هموطنان هست که همین کار رو انجام میدن، تشریف میبرن ایران و با یک خانم جوان برمیگردن و بدبختی آغاز میشود. میگوید پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود. دختری خواسته بود یعنی دختری گرفته بود در واقع. دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته. به به، حجره یعنی اتاق، پر گل کرده بود به جهت اینکه عروس نوجوانی آورده بود. این معنی دیگر منسوخ شده، فقط در بعض جاها میگن یه حجره دارد در بازار، اما حجره علل اطلاق به معنای اتاق بود. فرخی میگوید من و او هر دو به حجره در و میمونس ما، باز کرده در شادی و در حجره فراز. در شادی رو بروی خود باز کرده بودیم، در حجره رو بسته بودیم. در فراز کردن یعنی در بستن. معاشران گره از زلف یار باز کنی، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنی. بله، به بعد میگوید که حدیث مجلس انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. در فراز کنید یعنی در رو ببندید. این همون مطلب فرخی است. میگوید که پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته. به به، و دیده و دل در او بسته و شبهای دراز نخفتی و بذله ها و لطیفه ها گفتی. شب تا صبح این پیرمرد خوابش نمیشد، با این دختر جوان خوشمزدگی میکرد، متلک ها میگفت، جوک ها میگفت. باشد که معانست پذیرد و وحشت نگیرد. گفت شاید با این کارا که من میکنم و شیرین کاری میکنم و اینها و چیزهای خوشمزه میگم معانست کند، یعنی به من نزدیک بشه، مهر من در دل او جای بگیرد و وحشت نکند، یعنی دوری نپذیرد و از من بدش نیاید. از جمله می گفتم بخت بلندت یار بود و چشم بختت بیدار، که به صحبت پیری افتادی پخته، پرورده جهان دیده، آرمیده، گرم و سر چشیده، نیک و بد آزموده، که حق صحبت بداند و شرط مودت به جای آورد، مشفق و مهربان، خوشتب و شیرین زبان،
تا توانم دلت به دست آرم ور بیازاریم نیازارم ور چو توتی شکر بود خورشید جان شیرین فدای پرورشت و یک بیت غلطه و از این طور باشه ور چو توتی شکر بود خورشت غلط چاپیست جان شیرین فدای پرورشت اینا چاپهای بازاری است از شیخ اجل پوشش هم نوشته است برابر با نسخه فروغی یک دروغ بزرگ گفته که خب پولی به چنگ بزنه بسیار بسیار پرغلط است این کتاب باری میگوید که این مرتب بهش میگفتن که خدا به تو شانسی داد به تو شانست بلند بود بختت بلند بود چنین چنان بود و تو رو دوست داشت خداوند تبارک و تعالی که یک آدمی مثل من که پخته هستم جهان دیده هستم به تو عنایت کرد و مشفق و مهربان هستم خوشطبع و شیرین زبان هستم برای خودش بازاریابی میکرد تا توانم دلت به دست دارم ور بیازاریم نیازارم تو لنگ کفشم تو سر من بزنی به جان عزیز خودت که اصلا من دست از پا خطا نمی کنم اگر که خوراک تو خورشید هم باشه من جان شیرین فدا میکنم برای پرورش تو و چو توتی شکر بود خورشت ببخشید خورشید اینجا اشتباه آوردم چون اونجا تو ذهنم بود و چو توتی شکر بود خورشت جان شیرین فدای پرورشت تو اگه از من شکر بخوایی من جان شیرین بهت میدم بخوری پرورش پیدا کنی نگرفتار آمدی به دست جوانی موجب خیر رای سرتیز سبک پای که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند و هر شب جایی خسبت و هر روز یاری گیرد خدا رو شکر که جوان نیفتادی که سرش پر هوس هر شب یک جایی هر روز یک جایی هر روز یک سیغه میاره و دو سیغه و بعد چند تا عقدی و از این حرفا خدا رو شکر کن بله وفاداری مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلی دیگر سرایند خلاف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند نه به مقتضای جهل جوانی ز خود بهتری جوی و فرصت شمار که با چون خودی گم کنی روزگار گفت چندین بر این نمط بگفتم که گمان بردم که دلش بر قید من آمد و صید من شد ناگه نفسی سرد از سر درد برآورد و گفت چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزن آن سخن ندارد که وقتی شنیدم از قابله خیش که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری گفت همه اینا رو گفتی ولی من شنیدم از قابله خیش شنیدم که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری تیر رو با پیر هم قافی کرده و چه عبارت زیبایی ساخت سعدی بله بعد میگوید زن که از بر مرد بی رضا برخیزد بس فتنه و جنگ از اون سرا برخیزد بی رضا یعنی با عدم رضایت از کنار مردش بلند بشه بس فتنه و جنگ از اون سرا برخیزد پیری بله حالا این بیتش کمی سکسی شده من نمیخونم دیگه این بیت بعدی رو فل جمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید چون مدت عدت برآمد عقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترش روی تهی دست بدخوی جور و جفا می دید و رنج و عنا می کشید و شکر نعمت حق همچنان می گفت بعد آقا طلاق گرفت عدتش که تموم شد برابر شرع محمدی با یه جوان تندخوی بد اخلاق عرض میکنم اینها دادنش به اون و رنج میکشید و بدبختی میکشید و اینها ولی خدا رو شکر میکرد که الحمدلله که از اون عذاب علیم برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم با این همه جور و تندخویی بارت بکشم که خوب روی با تو مرا سوختن اندر عذاب به که شدن با دیگری در بهشت بوی پیاز از دهن خوب روی نغز تر آید که
گل از دست زشت. بله استاد سخن سعدی. خیلی خوب، ما برمیگردیم سر قصیده ایوان مدائن. قصیده به معنای قصد هست، قصد و هدف، یعنی شاعر از سرودن قصیده دارای هدفی است. و قصیده پیش از آن که اسلام ظهور کند، اعراب دارای شعرا بودند، شعرا بزرگ داشتند و وزن شعر بنابر تحقیق محققان ادب قدیم از ریتم صدای پای شتران برخواسته و بعد اوزان مختلف دیگر شعر هم از پیش آمده است. باری اعراب دوران جاهلی قصیده می سرودند و در مقدمه یک تشبیبی دارد قصیده، بعد مدیح دارد و بعد اختتام، یعنی پایان قصیده. و بعد به ایران زمین هم که انتقال یافت، ما قصیده سرایان بزرگ داشتیم و انواع دیگر شعر البته، اما دوران طلایی قصیده همون قرن چهارم هست و قرن ششم هم که میرسیم البته که روزگار خاقانی است، قصیده سرایان بزرگ هم باز هستند، منتها به لحاظ محتوا و ایماج سازی البته تغییر کرده. قصیده های درخشان از همون دوران اول زبان پارسی است و اون چیزی که سبک خراسانی گفته می شود در شعر، مانند عنصری و فرخی و منوچهری، اینها. و در قرن ششم هم ما خاقانی رو داریم و عبدالرزاق اصفهانی رو داریم، جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی رو داریم و دیگر شعرها، رشید ابن وطوات رو داریم و بسیاری شعرها اصلا قرن ششم پر شعرهای بزرگ هست. و تا امروز هم قصیده هست و بزرگترین قصیده سرای این 500-600 سال گذشته قطعا مرحوم ملک شعرهای بهار هست. خاقانی کارش قصیده است و مهارت بسیار دارد، معانی مشکل و تعبیرات سخت در خاقانی بسیار هست، شعرش آسان نیست. مرحوم دشتی کتابی نوشت به نام خاقانی شاعر دیراشنا و درست میگو و تفسیر درستی از شعر خاقانی به دست داد. خب این نشون بدید لطفاً ایوان مدائن رو ببینید، این عکس خیلی قدیم نیست، حدود سالهایی مثل 1940-1950 است. میگویند سیل آمده و یک سوی ساختمان رو خراب کرده و امروز یک بخش عمده اون نیست. بله اون عکس امروز رو نشون بدید. بله ببینید که تخریب شده و مشهور است که دولت ایران بودجه گذاشت که برود و ایوان مدائن رو بازسازی کند. دولت عراق موافقت نکرد و این پایتخت پادشاهان ساسانی بوده، پایتخت زمستانی بوده، چندین شهر در هم بوده. مدائن که میگویند جمع مدینه است، مدینه یعنی شهر، و این مقدار باقی مانده از آن پایتخت پرشکوه امپراتوری ساسانی، این مقدار برجاست که امروز هم متاسفانه در خاک ایران نیست. یک شاعر بزرگ عرب یک قصیده گفت در توصیف مدائن و احتمالاً خاقانی به اون نظر داشته. در سفر دومش که به حج رفته، از اونجا گذشته، به هر صورت چون ایرانی بوده، از در واقع چگونه عرض کنم، درد تخریب یک مدنیت بزرگ خاقانی تحریک شده است به سرودن این قصیده بی‌نظیر و مشهورترین شعر او هم همین است. اگر از خاقانی
همین یک قصیده باقی میماند، همین مقدار شهرت داشت. و جز این، اون چه در حافظه ملی مانده است چند بیت کوتاه است از او: خاقانیان کسان که طریق تو می روند، زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست. گیرم که مار چوبه کند تن به شکل مار، کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. بله، خب من دیگه از اول نمیخوانم این قصیده رو، به جهت اینکه تکرار هست. از بیت سوم میخونم، از بیت بیستم خدمتتون میخونم: این است همان صفه که از هیبت او بردی بر شیر هر پلک حمله، شیر تن شادرمان. خب این شیر در واقع شیر فلک که میگوید یک هیئت نجومی است. اصلا خود واژه هیئت یعنی شکل. خودما نگاه میکردن و شکلها در آسمان میدیدن و نامگذاری میکردن به نام بروج مختلف. این برج اسد رو میگوید شیر فلک. شادروان در اینجا به معنای پرچم است، چون در مقابل کاخ پادشاهی حتما پرچم پادشاهی بر پای بوده و این شیر و خورشید بر روی پرچم‌های ایران از دیرباز بوده است. ناگهان یک آخوند پیدا شد، گفت دور کنید این شیر و خورشید ملعون را، و ملت بزرگ ساکت ماند. چنین توهینی کسی به ملت ایران نکرده بود که بیاد پرچمش را عوض کنه. و یک عنکبوت چسبانیدند به میان پرچم و صدا از کسی در نیامد. خب میگوید این است همون صفه. صفه یعنی جای مثقف، که از هیبت او بردی بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان. پندار همان عهد است از دیده فکرت بین، در سلسله درگه در کوکبه میدان. به به، سلسله درگه زنجیر عدل انوشیروان رو میگوید. مشهور است که مقابل این کاخ زنجیری بود که مظلومان اون رو به حرکت میآوردن و دادرسی میشد و این مطلب در تاریخ مشهور است. بله، در سلسله درگه در کوکبه میدان، از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ، زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان. بله، نعمان ابن منذر. اینا از پادشاهان همین عرض کنم که هیره بودن و اینا کارگزاران پادشاهان ساسانی بودن. به عللی نقاری به وجود آمد بین این نعمان ابن منذر و تشکیلات ساسانی، او رو زیر پای پیل انداختن و به قتل رساندن. اینجا خاقانی به اونجا اشاره داره. بله، از اسب پیاده شو بر نطع زمین. نطع به معنای سفره چرمین هست. این نطع زمین آورده اینجا. نه رخ زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان. شاه که مات بشه در شطرنج تمامه، چون شاه یه حرکت بیشتر نداره. یه بیتی دیگه هم داره خاقانی در این باب: شاه در شطرنج یه حرکت بیشتر نداره، مثل وزیر نیست یا فرزین که بتواند حرکات دور بکند، خودش نجات بده. و شاه که مات شد تمام شطرنج. بله، نی که چون نعمان بین پیلفگن شاهان را، پیلان شب و روزش
کشته ز پی دوران. ای بس شه پیلفکن کفکنده به شه پیلی، شطرنجی تقدیرش در ماتگه هرمان. مست از زمین زیرا خورده است به جای می، در کاس سر هرمز خون دل نوشرمان. میگوید ما آدم ها نیستیم که فقط مست میکنیم، زمین هم مست هست، به جهت اینکه در کاسه سر هرمز خون نوشیروان رو نوشیده، یعنی خاک همه رو فرو گرفته و در خود برده و مست شده و مست شده. بس پند که بود آنگه در تاج سرش پیدا، صد پند نو از دکنون در مغز سرش پنهان. میگن انوشیروان یک تاج داشت که در اطراف این تاج پندهای مختلف نوشته بود. میگوید در اون روزی که زنده بود پند بسیاری در اطراف تاجش بود که شما اون پندها رو میخواندی و عبرت میکردی، عبرت میگرفتی. امروز مغز سرش که خاک شده، از استخوانهای جمجمش هزار پند، صد پند نو میتوانید شما بگیرید از این روزگار و گذشت زمان و مرگ. صد پند نو است اکنون از من از مغز، در مغز سرش، در مغز سرش پنهان. کسرا و ترنج زر، پرویز و به زرین، برباز شده یک سر، با خاک شده یکسان. بله، این که اینا اشاره کرده ترنج زر و اینها سنتی بوده، به خصوص روی ترنج، ترنج طلایی می ساختن و بسیار اوقات این ترنج رو تو خالی می ساختن و درش عطر وارد می کردن و می بویدن. بیامد بر آن کرسی زر نشست، پر از رنج و بویا ترنجی به دست. در داستان ایرج و سلم و تور اشاره به تور هست، خشمگین حالا میخواد برادر رو بکشه، داره مقدمات رو فراهم میکنه. استاد توس حالت روحی او رو به بهترین وجه نشان داره، با این ترنج بازی میکرد مثل کسی که متشنج بود. بیامد بران کرسی زر نشست، پر از رنج و بویا ترنجی به دست. بعد این حالا میگوید زرین تره و اینها روی سفره، اینها رو روی میز میچیدند، میوه های گوناگون رو از احجار کریمه یا از طلا و نقره و اینا میساختند. تزیین بود خب در پیشگاه پادشاه محتشمی مثل انوشیروان یا خسرو پرویز و اینها، این گونه تشریفات بوده که هنر مملکت رو هم البته نشون میداده. کسرا و ترنج زر، پرویز و به زرین، برباد شده یک سر، با خاک شده یکسان. البته اینا رو همه رو دزدیدن و بردن. پرویز به هر بومی زرین تره آوردی، کردی ز بساط زر زرین تره را بستان. پرویز کنون گم شد، زن گم شده کمتر گو، زرین تره کو برخان، رو کمتر کو برخان. ای داده بیدار. میگوید که خسرو پرویز پادشاه بزرگ که این کارها رو میکرد و این اعمال به او منصوب هست، گم شد، زن گم شده کمتر گو، زرین تره کو برخان، رو کمتر کو برخان. فرمانده سپاه عرب سعد ابن ابی وقاص بود که شهسوار عرب و فارس اسلام هم القاب دیگر اوست. وقتی که عمر
نشست و جلسه کرد و اینا که علی هم حضور داشت کرم الله وجهه، گفتن چه کسی رو ما سردار کنیم؟ همه به اتفاق گفتن از سعد لایقتر سرداری نیست و درست میگفتن. سعد ابن ابی وقاص مرد بزرگی بود، فردوسی با احترام از او یاد کرده است. چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد، در اون جایی که رستم فرخزاد یک کسی رو میفرسته که با سعد صحبت کند، میفرماید چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد، پذیره شدش، استقبالش رفت، پذیره شدش با سپاهی چو گل. و این سعد جان پیغمبر اسلام رو به کرات نجات داده بود از مرگ. این آخوندهای شیعه که هرگز یک کلمه حرف راست از دهان اینا خارج نشد، هر شجاعتی دیگری کرده به علی منتسب میکنن. در جنگ احد این سعد بود که جان محمد رو نجات داد، که اونجا نشسته و میگوید ای سعد فدا که ابی و امی، یعنی ای سعد پدرم و مادرم به فدای تو. در حق هیچ کس چنین سخنی پیغمبر اسلام نگفته است. سعد در اون جنگ جان او رو چند بار نجات داد، چند بار، داستانش مفصل در تاریخ اسلام هست. بله، این سعد انتخاب شد و شاید بین 6 تا 10 هزار نفر هم سپاهی بیشتر نداشت، آمد و شانس او بود که ما یک جنرال درست حسابی نداشتیم. و این رستم به گمان من و گمان تاریخ مرد بی ارزه‌ای بود و سرانجام هم شکست خورد و ایران و این پایتخت که این کوچکترین نشانه هاش رو ما میبینیم به دست سپاهیان عرب افتاد و سعد به عنوان سردار پیروز وارد کاخ شد و چندین رکعت نماز خوند و آیه‌ای از قرآن خواند که سوره 44 فکر کنم آیه 25 باشد، زرین ترک کو برخان رو کم ترک کو برخان، میگوید کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم کانو فیها فاکهین. اگه من درست خونده باشم، حافظم یاری کرده باشد، بله، یعنی که این مردمانی بودند و چه جایگاه ها، نشستگاه زیبا از خود بیادگار گذاشتن، چه باغ های اونچنانی از خود بیادگار گذاشتن که در اونها می لمیدن و خوش بودند و امروز چیز از اونها بر جا نیست. بله، این آیه خیلی مناسب بوده، بنابراین در تاریخ انعکاس یافته. بله، و خاقانی آورده زرین تره کو برخان رو کم تره کو برخان، آیه قرآنی است. بله، خب اینجا عرض کنم که و توضیحاً عرض کنم که این سعد بن ابی وقاص آمد و مرمرها و تشکیلات تزیینی و اینا رو داد کندن، آوری قصری ساخت که عمر دستور داد آتش زدن و شرحش رو خدمتتون گفتم. گفتی که کجا رفتند اون تاج بران؟ به به، عجب عکسی است این عکس. گفتی که کجا رفتند اون تاج بران؟ اینک زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان. تعبیر زیبایی آورده است، میگوید برای همیشه تا جاودان اینا به شکم خاک فرو رفتن و خاک برای همیشه آبستن این شخصیت‌های بزرگ تاریخی است. بله، اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم از با انتخاب سپهر گرامی و برمیگردیم خدمت شما
هموطنان و دنباله قصیده ایوان مدائن. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود دوباره هموطنان گرامی، قصیده ایوان مدائن خدمتتون می‌خونیم. ترانه مرغ سحر رو فکر می‌کنم آقای بدیعی فرستادن. اون کسی که این ویدیو رو ساخته بود و اینها، به درستی دریافته است که این مرغ سحر مثل یک ترانه ملی است، مثل یک سرود ملی شده است. چرا؟ چون در بطنش فریاد از استبداد همیشه به گوش میرسد. این ترانه و این تصنیف از مغز بزرگترین شاعر کشور ما ملک الشعرا بهار که زیان بسیار از استبداد دید و هر روز به زندان میافتاد و یک بارم قصد قتلش کردن. چه زجرها کشید این مرد بزرگ از استبداد. و با درویش خان و استاد نیدابود همکاری داشت مرحوم بهار، و از همه کارهای بهار یک درد فشرده و یک نفرت فشرده و یک چگونه از کنم رنج فشرده ای از استبداد و زور هست در اشعارش و در این تصنیف که شاید تصنیف شماره یک مملکت ما باشد و هرگز کهنگی نمیپذیرد، به جهت اینکه هم در اون فلسفه حیات هست، بله، و هم در واقع نقد استبداد و رنجی که انسان میکشد از بی‌عدالتی و استبداد. نیدابود ها دو برادر بودن، موسی خان نیدابود نوازنده ویولون بود و استاد نیدابود مشهور که شاگرد درویش خان بود و شاگرد ممتاز درویش بود، و بعد هم از ایشون خواستن که ردیف های ایرانی رو در نوارهایی بنوازن که ایشون این کار کردن و بچی هم دریافت نکرد. استاد نیدابود از بهترین استادان موسیقی ما بوده است، از شاگردان درویش خان مرحوم مرتضی خان نیدابود، و چند سال پیش در همین فکر میکنم آمریکا فوت شدن. خب بله، میگوید که گفتی که کجا رفتن اون تاج بران، اینک زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان. بس دیر همی زاید آبستن خاک، آری دشوار بود زادن، نطفه ستدن آسان. خونش دل شیرین است اون می که دهد رزبن. رزبن به معنای درخت انگور است. بن رز در واقع شاید مقصودش این بوده، به صورت مغلوب به کار برده رزبن. زاب و گل پرویز است اون خم که نهد دهقان. چندین تن جباران کین خاک فرو خورده است، این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زیشان. از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد، این زال سپید ابرو وین مام سیه بستان. زال سپید ابرو کنایه از روزگار هست. از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد، این مضمون در یکی از اشعار
لامارتین هست، شاعر فرانسوی، میگوید به آسمان میگوید و تشکیلات و اینها، تشکیلات سماوی به قول عرب ها، که آیا این ابر سرخ فام که هر شامگاه در کنار افق پدید میآوری، آیا خون کسانی نیست که هنگام صبح در واقع اونها رو به قتل رساندیم؟ مضمون این است، نقل به معنی میکنم من. زال سپید ابرو از خون دل طفلان سرخاچه، تصویر هولناکی به دست. زالی بچه بزاید، پیر زالی بچه بزاید و بچه های خودش رو بکشه و سرخاب رخش از خون طفلان باشد. این زال سپید ابرو و این مام سیه پستان، میگوید که این سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. سیه کاسه یعنی میزبان جنایتکاری که میهمان خود رو مسموم میکنه و میکشه. سیه کاسه اینجا سیه پستان به کار برده، چون مام به کار برده، کسی که شیر سمی به طفل خودش میده، سیه پستان. این رو در واقع معنی رو از سیه کاسه قرض کرده خاقانی. سیه پستان یعنی مامی که طفل خودش رو با شیر خودش میکشه. مقصود روزگار هست تو گذشت زمان و این تشکیلات خلقت که چگونه در واقع طفلان خود رو میکشد. بله، در خیام هم این مفاهیم بسیار هست. جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. وین کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. بله، از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد این زال سفید ابرو وین مام سیه پستان. خاقانی از این درگه در یوزه عبرت کن، تا از در تو زن پس در یوزه کند خاقان. امروز گر از سلطان رندی طلبت توشه، این رند اشاره به خود خاقانی است. امروز گر از سلطان رندی طلبت توشه، فردا ز در رندی توشه طلبت سلطان. بله، البته می شود اینو تعمیم داد، از خاقانی گرفت و تعمیم داد به همه در واقع. امروز گر از سلطان رندی طلبت توشه، فردا ز در رندی توشه طلبت سلطان. یعنی اینکه روزگار در گذر است و سلطان همواره سلطان نمیماند. بله، گر زاد ره مکه توشه است به هر شهری، تو زاد مدائن بر تحفه زپه شروان. بعد میگوید هر کس برد از مکه صبح زگل حمزه، پس دوز مدائن بر تسبیح گل سلمان. این درک این ابیات نیازمند یک اشرافی بر تاریخ دارد. حمزه اینجا میگوید، عرض میشود که حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر از رجال بزرگ و از دلاوران عرب بود و در تیراندازی هم دو نفر از کسانی که بعد مسلمان شدن مشهور بودند. یکی سعد بوده است، سعد ابن ابی وقاص، یکی حمزه ابن عبدالمطلب. روزا میرفت به شکار، ابو حکیم یا ابوالحکم اینها یک روز یک کتکی میزند به
پیغمبر اذیتش میکنه. همزن به شکار بوده و مرتب خواهش میکرد که شما بیا مسلمان شو و این عمو نمیپذیره. پیغمبر چندین عمو داشت، یکیش حمزه بود، یکیش عباس بود. پنج دقیقه بیشتر وقت نداریم. حمزه بر میگرده و میبینه که گریه میکنه، میگوید که پسر برادر چی شده اینا؟ میگه این ابو جهل من کتک میزنه، میره با کمان میزنه به سر ابو جهل، ابو جهل رو زخمی میکنه و مسلمان میشه. حمزه در جنگ احد کشته شد. در واقع داستانش هم دراز هست، متاسفانه باز وقت ما داره تمام میشه. هند زن ابو سفیان پسرش رو مسلمانان کشتن، دو تن از خیشان نزدیک دیگرش رو کشتن. وقتی که ابو سفیان لشکر آراست بر جنگ احد، هندم آمد گفت هر کس یکی از عموهای پیغمبر رو بکشه من همه زینتالاتم به اون میدم. یک غلام آفریقایی به نام وحشی که وحشی ظاهرم میگوین با نیزه انداخت و حمزه رو به قتل رسوند. و هند آمد و جگر حمزه رو در آورد، اندکی از اون رو جوید و انداخت. این اصطلاح آکله که صیغه تأنیث هست در واقع از اونجا آمده. ایرانیان وقتی میخوان به یه خانم خیلی توهین کنن میگن آکله. آکله، آکل یعنی خورنده، آکله یعنی زن خورنده. در واقع لقب هند آکلت الکباد بوده، کباد به معنی جگر. بنابراین بقیش رفته آکلش مونده. هر شبت که اونجا کشته شد و سید الشهدا لقب حمزه است در اسلام، نه حسین. شما به یک آدم سنی هندی یا عرب بگی آقا سید الشهدا در تاریخ اسلام چی کسی است؟ خواهد گفت حمزه ابن عبدالمطلب. خب دو به سه بیتی بیشتر بشر نمونده. خب حالا اینجا اشاره داره پس دوز مدائن بر تسبیح گل سلمان، به جهت اینکه این سلمان بعد از خیانت ها که کرد و بسیار نزدیک بود به پیغمبر، شهردار مدائن شد و همونجا هم مرد. میگوید اگر مکه ما هدیه از گل حمزه میبریم، اینجا از گل سلمان بایستی در واقع هدیه بگر بریم. این بحر بصیرت بین بی شربت از او مگذر، که از شط چنین بحر بحری لب تشنه شدن نتوان. اخوان که زره آیند آرند رهاوردی، این قطعه رهاوردی است از بحر دل اخوان. این بیت پایانش بود. از اینکه توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم. یک بیت هم من خوندم در دفعه گذشته، در اینکه بله از دیده گلابی کن از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان، عرض کردم که این گلاب است و گلاب نیست. وقت ما هم در اینجا تمام شد. تا با سپاس از سپهر گرامی و شما عزیزان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.